و دیگه همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، عرض تبریک زادروزتون رو دارم با تاخیر یک هفته ای. نه خیر، اشکالی نداره، من هنوز صدام در نیومده عزیز. به هر حال ممنونم از توجه و محبتتون. بفرمایید عزیز. خیلی امیدوارم که سایت مستدام بر سر ما باشه. آقای دکتر، من و همسرم تقریبا 3 ماه پیش خدمتتون تماس گرفتیم، با تو صحبت کردیم، نیمه کار صحبتمون قطع شد، مجددا تماس گرفتم و من فقط یه چیز کوچکی رو عرض کنم عزیز، من فقط 15 دقیقه وقت دارم یا 16 دقیقه، ببین چی من تا اونجا که بتونم سریع خدمتتون عرض میکنم. اجازه میدم که شما لطف کنید راهنمایی بفرمایید. اگه به یاد بیارین همسرم ایروسپیس خونده. اصلا حرفشونه چی خونده بوده؟ نه اونو برش کنید، چون دوستانم نیست، هرچی که دلتون میخواد الان میاد. نه مهم نیست عزیزم، هرچی دلتون میخواد بفرمایید جان. آقای دکتر، همسر من توی خانواده 3 فرزندی هستن دنیا آمدن و مادر ایشون وقتی که 9 ساله بودن تو قطاری که حالا به سمت تهران میامدن جلچششون پدرشون از دست دادن. بعد یه 2-3 سال بعد مادرشون کانسر میگیره، مادرشون فوت میکنن. 7 برادر داشتن و 2 خواهر با 4 یا 3 برادر آخری زندگی میکردن که ازدواج میکنن. بعد یک خانواده شلوغی بودن، خانواده همسرشون هم همینطور، این خانواده پدرشوهر من هم فکر کنم هلوش 9 بچه هستن. بعد مادرشون آخرین فرزند، پدرشون هم آخرین فرزند هستن که پدرشون رو ندیدن، یعنی اصلا قبل از به دنیا آمدن ایشون پدر بزرگشون فوت کرده. ازدواج هم فامیلی بوده، دخترم به پسر ای همچین چیزی. خیلی خانوادگی ازدواجاشون فامیلیه و خیلی استثنا پیش میاد که با غریبه وصلت بکنن، که اون استثنایی یکیشون من بودم که از 2 شهری که اصلا شاید 1000 کیلومتر ما هم فاصله داشتیم و همسرم ساکن کانادا بود، شهروند کانادا بود، ما هم دیگه رو شناختیم و ازدواج کردم. من اومدم اینجا 4 سالی است که من اینجا هم، خواهرشون هم ازدواج کردن اومدن کانادا. خیلی خواهرشون 2 ماه یه بار یه سری مسائلی رو برای ما به وجود میارن. این وجود 7 زن برادر برای مادرشون همیشه من هیچ وقت نشنیدم از یک عروس خانواده اینا راضی باشن. خوبش رو بگم، حتی یک زن برادر غیر ایرانی دارن، حتی ایشون دندون پزشک هستن، خانواده خیلی حالا چه اهمیتی داره که مادر سب کنه؟ مادر شوهر نظر خوبی راجع به عروسا داشت؟ اون نداشته باشه، عروسا هم راجع به اون چه اهمیتی داره؟ شما الان برای چی آمده روی خط؟ موضوع شما و خودتون و همسرتون چه؟ هر دو چند سالتونه؟ مشکل خواهر شوهر آقای دکتر، هر 2 ماه یه بار یه مسئله رو اینجا به وجود میارن که یه درامایی ازش در میارن. و یه چیزی که این خانواده دارن، مادر و دختر و فرزند آخرشون که پسرشون هستن، همسر من فرزند دوم هستن، خیلی زده ایرانی هن. یعنی همش میگن خودشون ایرانی نمیدونن، همش میگن ایرانی ها. بعدم اصخایی میکنم از شنوندون هم در تنهای خودم، ایرانی ها خودم بردارن، ایرانی ها دروغ. و آی دکتر که تو خواهرشوهرم هست فقط مدیای هندی رو فالو میکنن، یعنی اخبار آدم های هندی رو فالو میکنن، یعنی درگیر هندوستان، آشپزی هندو میکنه، یعنی از ایرانی بودنش یا حتی کانادایی بودنش هم گریز داره. چیزی که هست، قبل از ازدواج من بر همسر من که میومدن پیششون، ایشون مثلا ماریجوانا رو کوکی درست میکرده یا با هم میشستن ماریجوانا میکشیدن. من شرط ازدواجم با همسرم این بود که من اصلا نه سیگار، هیچ چیزی رو اصلا نمیتونم قبول کنم و ایشون ترک کردم قبل از ازدواج همه چیزها، یعنی سیگار، مارجوانا هم که چند بار در کنار خواهرش و شوهر خواهرش استفاده بودن ترک کرده بودن. اولین ریاکشنی که خواهرشون داشت از ورود من، معرفی من به خانواده دوستشون این بود که برادر من مثل دایام زن ذلیله و سیگار رو ترک کرده. این گذشت و ما 1 سالی از بودنمون در کانادا گذشته بود، موف کردیم منزل مادر شوهر پدر شوهر ایشون، بیسمنت این خانواده رو اجاره کردیم و ساکن اون خونه شدیم. همسر این خانم بعد از 2 سه ماه مشخص شد که اسکیزوفرنی دارن و ایشون همسرشون آوردن خونه مادرشون که ما مستجر اونجا بودیم.
هلوهوش 3 ماه ویکندا یا حداقل 3-4 روز در هفته اونجا بودن، اینجا تشریف داشتن و پدر مادرشون سر کار بودن، یعنی همه پذیرایی وقت گذروندن با آدمی که از بیمارستان تازه اومده بود گردن من بود. همسرم دانشگاه بود یا سر کار، منم اون موقع کویت کرده بودم، فری بودم، ایشون رو نگر می داشتن. حالا آشپزی بود، راه رفتن بود، هر چیزی بود با من بود. بعد 2 ماه شاید تا من باردار بودم که اصلا یه شوکایی دیدم که خیلی تو بارداری آسیب دیدم و بارداری من منجر شد به میسکریج. 2 قلو بودن بچه ها، نموندن، یکیشون از بین رفته بود، مجبور شدم که دارو استفاده کنم، اون که بچه هم نگه ندارم چون همسان بودم. بعد از اون همسر من دوباره دانشجو بودن، من رفتم سر کار و خیلی سخت کار کردم که 2 ماه پیشم خدمتتون گفتیم همسرم هولوش $20,000 کتاب خریده بودن. اون کتاب خریدن خواهرشون از نظرشون این بود که من یه محدودیت یه چیزی برای برادرشون گذاشتم که این خریدار کردن، که الان فهمیدم اون کتاب اصلا هولوش $40,000 بوده. اینا خونه جدید خریدن 2-3 ماه پیش تقریبا موف کردن، اومدن یکی از اتاقهای مادرشوهر پدرشوهرشون زندگی کردن. برادر کوچیکشون هم با اینا زندگی میکرد، یعنی 3 تا فرزند این خانواده با هم توی خونه بودن، ما بیسمنت بودیم اینا بالا. از روز اول که اومدن من همیشه احترام و پذیرایی و تشریف بیاریم پایین یا غذا درست کنم بریم بکیارد بخوریم. یک روز برادرشون یه امتحانی داشتن 2 هفته پیش، ما یه ماشینی داریم، ایشون قرض خواستن ماشین ما رو، ماشین خودشون خراب بود. حالا 2 ساعت قبل از امتحان من رفتم پلازا روبروی خریدی بکنم، خواهرشون به من زنگ زد تو چرا ماشین رو بردی، ما ماشین رو احتیاج داشتیم، بعد از اون اجازه میگرفتی. من یه فرزند 16 ماه هم دارم با فرزندم بودم. 3 دقیقه بعد برگشتم که ماشین رو بدم بهشون حالا به کارشون برسن، که اصلا جواب تلفن منو ندادن. 2 هفته بعدی هم که اینجا تشریف داشتن اصلا یه جوری میکردن که اگه منو میدیدن با من سلام و اینا نمیکردن. 3 روز قبل برای همسر من 2 تا وایس گذاشتن دکتر، یه وایس 20 دقیقه‌شون رو همسرم برای من فوروارد کردن که فقط در مورد من، یعنی بعد گفتن به همسرم که این زن تو فقط حرف میداره حرف میاره، زن تو فقط نمیدونم. ما میرفتیم یه آبجو تو بکیارد بخوریم، ایشون می اومد از اطلاعات عمومیش که به درد ما نمیخورد حرف میزد، حالمونو بد میکرد. اون خانواده، این از ایران اومده، کالچر ایران اینه که خانواده ها دراما دارن، کالچر دختره ایرانی نمیدونم، خیلی آیدکتور در مورد کالچر ایرانی و خانواده. حالا مثلا اینو چه اهمیتی داره؟ آیدون شما با مشاورمون که مورد تایید شما در اینجا هستن صحبت کردیم، مشاورمون فرمودن که این رابطه رابطه سمیه و هیچ رابطه نباید بین شما و خواهد همسرتون باشه. همسر من تاییدش اینه که اگه آیدکتور هولاکوی هر چیزی بگن من همون کارو میکنم. من تو خبر ندارم. یه خواهر و برادر بعد همدیگر رو نمیخوان، من نمیدونم واقعا. من نمیدونم اگر شما خودتون نظرتون این هست که مادر و فرزند، پدر و فرزند بد هم دیگر رو نمیخوان پس هر کاری بکنن خوبه، الان هم یه استدلالی میکنین که خواهر برادر بد هم رو نمیخوان، معنی داره اینا؟ پس تمام بیماری همه بچه ها که به خاطر رفتار پدر و مادره چی عزیز؟ بدان بخوان یا نخوان مهم نیست، وقتی بد میکنن و کار غلط رو بد میکنن مثلا پدری که بچه‌شو میزنه بعد بچه‌شو نمیخواد، ولی فکر کن این کار درستی. پس ملاک بد و خوب رو خواستن نیست، ملاک کاری است که درست یا غلط. بعدم شمایی که یه چنین خانواده این چنین در هم و بر هم دارید، بر این چی میخواید نزدیک اونا باشید کنار اونا باشید و با اونا باشید؟ رشته همسرم جوری بود که تو پندمیک باعث شد که جاب اصلیشو از دست بده و ما مجبور بودیم تو بیسمنت، چون یه اینکام داشتیم مجبور بودیم که تو بیسمنت زندگی بکنیم. بنابراین وقتی که آدم محتاج عزیز برده موف کردن رو داریم. این خانواده هم خیلی همیشه به من محبت داشتن، یه رابطه دوستانه بین مادر شوهر و پدر شوهر ایشون با من و همسرم بوده، یعنی همیشه نگاه ایشون بوده که شما این 3 سال که در کنار ما بودین اندازه بچه ها برای ما بودین، کاری که بچه ها برای ما نکردن. خب الان سوال پرسش چیه؟ ما با هم دیگه دوستانه بودیم. سوال و مسئله چیه؟ آیا دوست دیگه کس؟ من یه پرانتزی بکنم، مادر همسر من همیشه در بچگی به همسر من میگفته که
علاقه به آقای داریوش داشتن و همیشه آهنگای آقای داریوش رو گوش میکردن، گریه میکردن و گفتن من عاشق باباتون نبودم، عشق من یکی دیگه بوده. و همسر من با پدرش خیلی رابطه گرمی نداره. یعنی من فکر کنم توی این 5 سال شاید بگم تولدا با عید نوروز. شما با شما میدونه همه شنونده های ما رو گیج و گرفتار کرد که 30 تا اطلاعات کاملا نامربوطی رو میخواید سرهم کنید، ازش چه نتیجهی بگیرید عزیز؟ شما من نتیجه میخواید نمیخوام بکنم. خب چه فایدهش چیه؟ پس چرا آدم یه حرفی بزنی که نمیخواد نتیجه بگیره؟ خدمتتون عرض کنم دکتر، چیزی که هست همسر من یه امروز هم که شما باشون صحبت کردین مشخص فرمودین که یه استراب و استرس و دپرشنی داشتن. بعد از ازدواج ما خیلی تلاش کردیم هر دو خوب همدیگر رو حالا با کمک صحبت‌های شما همیشه در بیاریم. با هم دیگه خیلی همیشه خوب هستیم، خوشحالیم، شادیم. حالا بغیر از این یه خطایی که در مورد خرید کتاب هاش کرده، ما اصولا مسئله بزرگ و حادی نداشتیم، همیشه زندگی ساده و شادی رو با هم دیگه داشتیم. ولی همیشه این سایه خواهرشون خیلی سایه سنگینی رو زندگی ماست و هر موقع من با مشاور یا دو سری قبلی که با شما صحبت کردم جزئیات دیگه کاراشون رو به شما و حالا مشاور دیگه گفته بودم، صحبت این بود که رفت آمد نباشه. حتی مثلا اگر تو ایشون با کازین من باز رفت یه داستان دیگه. خیلی خب، همسر شما میخواد شما و یا خودش با خواهرش قطع رابطه کنه یا کم کنه یا نه؟ نه آقای دکتر، میگه که هرچی که تشخیص شما باشه. من یک صدم ماجرا رو هم نمیدونم. بله اون خواهرم بله، بس من نمیدونم که همسر شما چرا به ما خواهرجانا تهیه میکنه با برادر بکشن و کوکی درست میکنه که همچین نالا ساعتی رو با هم داشته باشن. به نظرتون ایشون بعد تمام یه دوست این خواهر داره و تمام افتخارشون به این دوستشون اینه که در کشور عربی که زندگی میکردن ایشون 10 گرم ماریجوانا هر شب تو کیفش بوده، یعنی شاخصه پیدا کرده. این اطلاعات چه فرقی میکنه؟ شما میخواید بگید اینقدر همه چیز بده، اصلا قبول میخواید قطع رابطه کنید؟ شما برای چی میخواید توی همچین زندگی و ازدواجی بمونید؟ آیدسو خب من همسرم رو دوست دارم، ایشون هم من دوست دارم، ما با هم خوب هستیم. آکی بسیار خوب، بنابراین خودتون از بقیه جدا کنید و میتونید و ایشون میخواد. آیدسو اصلا خیلی رفتار خواهرشون دوگانه است. وقتی که برای همسر من گذاشته بودن همه که من سیاه منفی و بعد فردا روزش منو دیده و میاد منو بغل میکنه و روبوسی. من اصلا مونده بودم که چجوری آدم میتونه انقدر دوگانه باشه. یا من سیاه هم، منو دوست ندارین، بودن با من در حال به قول خودشون آبجو خوردن حالشون رو بد میکنه، یا من یه آدمی هستم که میای با روی باز جلو بقیه منو روبوسی میکنه، میخوای با من یه ارتباطی داشته باشی. چه اهمیت داره ایشون چه قضاوت و نظری راجع به شما دارن؟ نظرشون نیست، دوگانه بودنشون رو دارم میگم. باشه، به شما چه مربوط؟ آدم ها دوگانه و چندگانه باشه. خب با رفتارشون با من آقای دکتر اینجوریه. خب اینجوریه، اون پیام من این میذارم. من قبول کردم و یعنی دو سال مثلا نمیدونم آخه شما میخواید با چی میخواید به جنگ؟ شما با چی میخواید به جنگ؟ من فقط میخوام یک منطقی که همسر من قبول داره به ایشون بگم که این مشاور که گفته این رابطه سمیه باعث میشه که تاثیر منفی رو بزرگ شدن بچه، اصلا این یک هفته گذشته که خیلی خب مشاور بهشون این رو گفته، همسر شما این قبول میکنن که اینا که نه دایره. از پارسال که مشاور ما این صحبت رو باهاشون کرد اصلا با اون مشاور دیگه صحبت نمیکنه. میگه مشاور که میگه خواهر برادر با هم حرف نزنن و قطع رابطه کنن نرمال نیست. اگر خواهر برادر به برادر به خواهر تجاوز کرد چی؟ بعد مشاور که بگه این رابطه باید قطع بشه نرمال نیست؟ بنابراین پس مسئله خواهر و برادری نیست عزیزم. من نمیدونم ما مردم تو کی گرفت. مهم این است که رفتار درستی یا غلطه. رفتار پدر من غلطه، بده. پدر من رفتار و کارش غلط و بده و به درد من نمیخوره و من آسیب میزنه. پدرم هم هست. ملاک درست و غلط، خوب و بد کار هست. ملاک خواهر و برادری نیست. برای ورز کردم. شما من بگید
70-80% بیماری های روانی آدم ها از کجا میاد؟ میگم از خانواده و فامیل و نزدیکان. مثل همیشه هم گفتم مثل آدم با ماشین پرویی تصادف کنه، نه ماشین شهره دیگه. اینم میتونم من اگر... حالا اگر همسر شما حرفشون این است که نه آسیبا رو دشمنا میزنن، همه خانواده و فامیل خوبند و دوست، غریبه بر است و دشمن، من چیکار کنم؟ ما در دنیایی هستیم که فامیل دوست و خوب هست، ولی فامیل بد و دشمن هم هست. غریبه دوست و خوب هست، غریبه بد و دشمن هم هست. پس ملاک رفتاره، اونه که تعیین میکنه ما با دوستی در ارتباطیم یا با دشمنی عزیز. ولی اگر همسر شما ملاکشون این است که نه خواهری و برادری ملاکه، من چه حرفی دارم بزنم؟ ایشون مطلب خوب و بد و درست و غلط رو کاری ندارن، معتقدن همه خواهرها خوبن برای برادر، همه برادرم خوبن برای خواهرها، برادر خواهرم به هم بدی نمی کنن، بدی رو فقط دشمنان می کنن. شما اگر این نظر دارن من چی به ایشون بگم؟ شما خودتون رو بیخوادی با این داستان ها خسته نکنید که بخواید مثال های مختلف بزنید. دیگه هم هست که رو تربیت بچه هر موقع میخوان عزیز من، من همه این حرفا من یادتون از اول گفتم 15 دقیقه وقت دارم و شما دلتون میخواد این ماجرا رو بگید. متاسفانه من اون آخر هستم. یه صحبت دیگه من ندارم از من نه میخواستم بگم با تو برنامه آقای میبودی اگه یه وقت کوتاهی بود در مورد خرید خونه که میدونم مخالفش هستین الان یه صحبت کوتاهی بکنین، چون من چه مخالف خرید خونه هستم؟ خرید خونه برای یه دی درست درست، برای یه دی غلط غلط، برای یه دی متوسط. اگه همین توضیح همین عزیز من، عزیز من، حالا شما رفتید سراغ یه موضوع دیگه، قربونه تو هم میخوای چیزها رو از چه راهی درست کنی؟ مواظب خودت باش، باشه به نظر میرسه اینقدر نگران این رابطه هستی که اصلا خودت یادت رفت. متاسفم خیلی عزیز من، خودم یادم رفت.